برادرها هر روزی جمعه ما و شما در باره اخلاقیات صحبت داشته، در باره تربیت و اخلاق دینی صحبت داشته. امروز در باره چی صحبت میکنیم؟ در باره حیات پاک، لباس پاک، حیات پاک، زندگی پاک، اوقات پاک، آدمی پاک، گردی پاک، همه جا در گرد نرواز پاکی. پاک پاک پاک، اما زندگی پاک چه زندگی هست؟ ما دونم زندگی داریم برادر، ما زندگی حیوانی داریم، زندگی اختیاری داریم. این خوردن، این آشامیدن، این خواب، این شهوت، این گشتن، این خنده، این شغلی، این حضرت، این سیر، این سیاحتی هم حیوان دارم. شیر از ما بدرشکتر های، گرد از ما سرقهرتر های، روباه از ما مکارتر های. این حیات حیوانی را هم داریم. اما خدا و رسولش برای کدام حیات آمدند؟ انا این نگفت های ما دونمون زندگی داشتیم، یکم زندگی حیوانی، دویم زندگی اختیاری. این خدا و رسول آمد است که ما را بازگردانند، فراخوانند به سوی حیات طیبه. سوره نحل آیه رقم 97 نستعیذ بالله، من عمل صالحا من ذکر و انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. چی مرد زن عملی نیک میکنند، چی مرد زن در این دنیا جوان مردی میکنند، در این دنیا نیکبختی میکنند، در این دنیا کار خوب برای جمعیت میبیارند. مرد زن اگر او مؤمن باشد، ما برای او حیات پاک بیدار میکنیم. حیات پاک در عمل بودن، حیات پاک. امروز میگن دنیا پیش رفت، ای کدام جا پیش رفت؟ امروز میگن دنیا پیش رفت، دنیا ای کدام جا پیش رفت؟ آسایش دگی شد، آسایش آمد، آرامش نیست. بسیار آسایش دگی هست، البته تکنیک های خوب، لباس شوشته سیان، خونه را تازه کرده سیان، خونه در روشنی هست، تلفن مبلی داری، ماشین نفس داری، خونه خوب داری، این داری، اون داری، تجارت داری، آسایشتگی هست، اما آرامش هست یا نه؟ اما آرامش داریم یا نه؟ چند قدر آرامه ما؟ چی آرامش نفسه یا نه؟ این قدر داری آسایشتگی دارن، نه که آرامش ندارن. آرامی در وجود زندگی ما امروز به نهایت چشمرس شده گرد. ما آرامی نداریم دیگر. چرا؟ ما حیات پاک نداریم. خدا مگه من زندگی پاک برای شما بدار میکنم. امروز خیلی منبر زیاد شد، مسجد زیاد شد، نمازخوان زیاد شد، بزمهای قرآن خوب رفت نیستن، اما دینداری چقدر برنده؟ چند قدر دین داشتیم؟ چند قدر دین داریم امروز شد؟ امروز درس و عمل و جا به جا گذاری ما یک تا به یک تا در درس اخلاقیات ما به سوی زندگی پاک. چند قدر ما زندگی پاک در رو آوردیم؟ ما چند قدر حیات پاک در رو آوردیم؟ چند قدر زندگی ما پاک های، چند قدر حیاتی ما پاک های. باید انا همین هم بیدر کنیم، انا همین باید حیات صحابه. در فضیلت سوره مزمین آوردگی بودست که هر کس به سوره مزمین اگر زندگی کنه، گفت در رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پروردگار برای او زندگی پاک میتیم. برنامه زندگی پاک در سوره مزمل داری، در سوره شدن مزمل یکم قم اللیل الا قلیلا. پیغمبر اکنون برای نماز تهجدات شب خیز. یکم زندگی پاک چه بوده عزیزا؟
نماز تهجد. کدام ما نماز تهجد داره؟ چرا امروز دعای ما مشکل است؟ چرا دعاهای ما را خدا گوش نمیکنند؟ چرا امروز دعاهای ما را نگیرند؟ چرا امروز نماز ما گیری نیست؟ چرا امروز یک امروز نمیشود؟ چرا ما آرامش نداریم؟ برای این نماز شب ما را خدا قم الله حبیب محمد خیز خیز این زندگی طیبه من یکی از زندگی پاک مردم های بودیم که نماز شب داشتیم اما برای کلوبای فوتبال مردم بیدارن برای بوکس و برای جنگ های درونی زیرکگی مردم بیدارن برای سریال ها مردم بیدارن اما مردم 10 دقیقه برای خدا بیدار نمیشن اما مردم 20 دقیقه برای خدا بیدار نمیشن نماز تهجد سنت رسول الله هست یا نه؟ قم اللیل الا قلیلا یعنی این قیام لیلا و این شب رمضان این یک ماه رمضان حیات طیبه های این یک ماه رمضان شفای روح های این یک ماه رمضان ما را زندگی و سوی حیات صحابه می بیارم در زمان حضرت عمر مسجد نبوی لبریز صحابه بود حضرت عبید میکرد قرآن میخوان شبهای رمضان قیام اللیل میکردن که میخواد که زندگی پاک داشته باشد و سوره یا ایها المزمل زندگی کنم یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا خیز اندکی شبه با پروردگار خود بیداری گشت ستاره بیداری چشمش روشن شد مهد محتاب از بیداری روشن شد آفتاب از بیداری روشن شد چرا ما اینقدر شبها خواب میکنیم شب بیداری نداریم یکم حیات طیبه حیات پاک این نماز شب بوده دویم ورتل القرآن ترتیلا چرا امروز ما قرآن خونیم کمایم ورتل القرآن ترتیلا میگه که قرآن این کنگ زندگی تو نه این قرآنی زندگی تو نه چرا به این قرآن میگه زندگی را راست نمیکنی صحابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم می آمدم 10 آیت از زیاد میکردم از زبان پاک رسول اکرم از زبان پاک صحابه از زیاد میکردم این 10 آیت در قفصای سینهشان حفظ میکردم این 10 آیت در زندگیشان جاری میکردم و از قفای 10 آیت دیگه میشدم و نهیم الحیات صحابه 10 آیت از یاد در زندگی عملی این که تمام میشد و 10 آیت دیگر را میگیریم انا این بود حال صحابه ما چرا امروز قرآن بریز زیاد شده ما مسلمان در همه دنیا غیر قرآن چی داریم؟ چی داریم این ما؟ آبرو قرآن های عزت قرآن های مقام قرآن های اون چیزی که ما داریم هیچ کس ندارد لیکن امروز ما از قرآن من گرفته استیم امیرالمومنین عمر بن خطاب بالای منبر بلند شد و این کتاب هست که با این نشین ایماناتون زیاد میشه گناهاتون کم میشه اخلاقاتون بلند میشه نورای روتون سفید میشه و درخشان میشه ابلیس با برنامه هاش ناامید میشه چرا ما از این قرآن گریزیم اقلا امروز عمل کردن یک طرف مولا مردم گوش کردن شد دوستان میداره دیگر امی 1 ساعت 10 دقیقه و 1 ساعت 15 دقیقه یوزی ندن مردم دیگر گریخستن و نتیل القرآن و ترتیل اینا زندگی پاک ندارن اینا زندگی هاشون پوزن نیست او قرآن گریزا زندگی ها تا پوزن نیستن به یک دو رسول ها گفتستن که شما میخوای قرآن این پیغمبر آمد لعاد رو الیهیم شما را دعوت میکنن و سوی زندگی اختیاری پاک شما مردم اینقدر زندگی حیوانی را دوست میدارن
از خوردن و آشامیدن و خواب رفتن و میشترانی شهوترانی تو چی جمع میکنی بگه دین به من دیده ای؟ چی جمع میکنی بگه برای این؟ چقدر دین میبردی؟ این ماه ماه خدا مای این ماه هست که هم قیام لیل دارم هم تلاوت قرآن دارم و رتل قرآن ترتیلا اقلا ما بیار یک آیت از زیاد کنیم و همون آیت عمل کنیم و دویم آیت چگیریم ده دقیقه ای صحابه نکنیم سیمش و دوریس مربی که و تبت سل ایلیهی تبتیل سیم اون دهی زندگی پاک آورده بوده در سوره مزمل چی بده؟ و یاد بیار با خدا ای حبیب محمد خدا را یاد کن دامنی او رقب و تبتل ایلی تبتیلا غیب او خدا دیگه از همه خدا دور کنه قیچه کنه تبتل عرب ها بچه های بیزن و دخترهای بشوهر تبتل بگم یا بطو بطو را میگم تبتل به معنای چی بده است؟ آدمی که ای زنگیری و روگیری زنگیری و شوخی رو میگم هر کسی که ای زنگیری و شوخی رو گردانه هر کسی ای شوهر رو آمدن شوخ رو گردانه یه را تبتل عرم میگم بعد زدن یعنی که رو گردانده خدا میگه که حبیب رسول منقب راگی منقب از دیگر کسها با پرگی قیچی کنم من به دیل تنشو آفرانده ما خدا های خدا مخلوق را در بین 18,000 عالم آفریده ای گفته عاشقشون عاشق خدا عاشق ما بوده از لیستان از لیستان نخلی من ببریدم در فراقم مرد زن بگریستم انا همون از نیستانی که از بهشت ماره و امتحان به این زمین آورد نخل ماره قیچی کرد از فراق دوری ما نالیدیم این زمین آمدیم مثل پدر من باید بسیار گریه کنیم بودم و تبتل ایلی تبتیلا ببر این جوره داری و این رفیق داری و این بسیار حتی و قسم وقت دا همین دارده بسیار بچه داریش هم دروغ هست همین اکداری و دارداریش هم بسیارش معنی نداره و تبت سلیله که تبتیلا ای هم از برخت دور کن و وقت کریس ما را بیگ بیا دامن اخباره کن سیم حیاتی طیبه سیم در اخلاقیان زندگی پاک باید خدا را قفیم بایمید هیچ کس نشده هر کسی که از مخلوق ترسه مخلوق تا محبت کنه روز قیامت خدا همین که میترسانده ایسه که خرم شایده همشون که آمده یا ما خدا را محبت کنیم یا خدا را قبیم حبیب و محمد بیا از دیگران دوری کن از دیگران دور باش دیگرها را بسیار مهر نبند دل نبند فقط خدا را بندیم حیات طیبه، حیات باقی بنده های خدا کسایی بوده سهی بشی بوده فقط خدا را بخمیدیم از این جمع بوده بهمید خدا شوید بهمید هیچ کس نشوید زیرا که او بلاها را از سری ما دور میکنن او دروازه ها را برای ما میکشاید او نصرت میتید، او پیروزی میتید او این بیماری ها را شفا میتید او این قلب های سیا را روشن میکنن او میکنه رزق ما را کم و زیاد اما را خبر میگم چهارمش وصبر علی ما یقولون اون انسان هایی که گپ میزنن در حق هر چی میگن همین را صبر پیشه کنن و هجرهم هجرا جمیلا از اونها ببرگی رو گردان از اونها ببرگی پیش گردان هر آن انسان هایی که دین ترا قدر نمیکنن او این ترا قدر نمیکنن خدر این کارو این ترا نمیکنن از اونها رو گردان صبر که در بیتراشن دیوانش گفتن رسول مولا جین زدنش گفتن
شیطان زده است گفتم گفتن قرآن خودش بنویسه دعوی پچوگی داره میخواهد که قبایل عرب در اخبار شود میخواهد که این را همین قدر تحمد و محاد حق و ظلم واصبر علی ما یقولون در هر نوع گفتگی های هرچی از قفایت لقیده بگیرن صبر بشه که اهمیت شما در دور شاز ما از آنها دور باش از آنها دور دوری کن چگونه یک امروز در حق علمای حقانه چی که پای گم نمیزنم چی صحبت هایی نمیکنم اما آنها نزد خدا به عجر شما یافتن آنها نزد خدا به عجر شما گرفتن آنها با این زندگی زندگیشان با این آیه مبارکه سوره مزمل راست کردن جکیشی سر هیچ کم نکنند رزق گدا را این سکا جکی نم میگیرم اما ما باید حیات پاک داشته باشیم ما باید حیات پاک داشته باشیم در حق حضرت عثمان تهمتهایی نکردم در حق حضرت علی چی تهمتهایی نکردم در حق صحابه چی تهمتهایی نکردم حتی آمدن این منافقین زوجه پاک رسول الله را زینا پاکستان کردم دروازه‌های شهر بسته می‌شوند دروازه‌های خانه‌ها بسته می‌شوند همه دروازه قفل دارند اما زبان و دهن مردم را بسته نمی‌شود واصبر علی ما یقولون اینا جدی کردن میگن اهمیت شاهد حبیب رو کار تو بشپار این مردم هم چی گفتن میگیرن ما باید برنامه‌مون را پیش بریم باید ما برنامه‌مون را راست کنیم یکان کسی نیست که از دست این مردم خلاص نخورده باشد خدا خلاص نمیخره بگن ایسا بچه شد خدا با این بزرگیش از دست این مردم خلاص نمیخره چی ما و چی شما و چی رسول ما و انجرون اجران جمیلا از اینا دور شد خوب باید ایخ آدم ها ایمون دور ایسی ایمون را خوب پینج بگرد ای اخیر آدم ها رو صحبت هاشان زهر هست ای اخیر انسان ها رو شیشتن هاشان زهر هست سلام هاشان زهر هست قسم به خدا ای همه که آدم ها دور باشه تیج بگردید قرآن ما نگردن واسفر الله ما یک رو اگه صبر بشه که حبیب صبر بشه که اینا هرچی میگم اینا هرچی در خاطرم حتی موسی علیه السلام هم پیروای فرعون پول دادم که زنهای فاحشه را که اعلام کنه که موسی با ما زنا کرده در کوچه های مصر اعلام کردم که موسی با ما زنا کرده و بر الله منکم خدا مگه من موسی را تازه کرده این تهمت عزیزا تهمتت میکنم دسیسه میکنم هرچی میبرم در بین سرت لیکن اگر آواز کاریس ما را بید اگر تو دامن خدا را تبی خدا تو را میبرو را پاک خدا تو را تازه کرده میبرو را چارون طاقت کنی طاقت کنی بر هر آن چیزی که در حمد شما میگم بر هر آن چیزی که در حمد شما مقصد دیگر میدیارن چی در آن که نباشن شما از آدم هایی که هر چیز میگم اونها دهنی تهمت دارن، دهنی دروغ دارن، دهنی بهتان دارن، دهنی شیطانی ابلیسی دارن از اینها دور ایسادم و بسیار خوب هست اکنون بعد از این دو بار این آیه را خدا برای ما و شما تحکیم میکنن یک آیه را میبیرد از سوره مزمل که دو مراتب تحکیم میشود فقرب الله تیسر من القرآن شما چه از زندگی پاک میگریزه چه شما قرآن قدی زندگی نمیکنه که خدا زندگی پاک در قرآن بوده چهار پونت را که خدا آورد در سوره مزمل حیات طیبه حیات پاک زندگی مسلمانای واقعی بعد از او در پنجمش میگه فقره ما تیسر من القرآن برای که مردم از قرآن گرفتن مردم از قرآن دور شدن سلام ها من قرآنی نیست علیک ها من قرآنی نیست زندگی ها من قرآنی نیست حیات من قرآنی نیست شیشتن من قرآنی نیست یکان چیز من قرآنی که نیست مردم اگه چرا اینقدر بلا افت زیاد اومد استن فقره ما تیسر من القرآن چرا به زندگی قرآنی نمیسازه چرا قرآن نمیخوانی به
زیان مراتبه بعد از او فقره رو ما تیسر منه ای امتانی محمد چه با قرآن زیدگن رکنه چه با زمانتان قرآنی نمکنه چه با کودکاتان قرآنی نمکنه برای چه ایلهاتان قرآنی نمکنه شما چه این کار نمکنه در بیشتر آیت شعلا جلال آلا شعلا بو بیان کرده بود اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا هر آین ما به تو فرو فرستاده هر آین ما برای تو پیام دادیم چی را پیام دادیم قولا ثقیلا این قرآن کن وزبین ای ما برای تو بسیار یاد زندگی را پیشنهاد کردیم که کردنش مشکل ای امروز یاد ورق قرآن دست دادن مشکل شد امروز قرآن خواندن مشکل شد زندگی به قرآن کردن مشکل شد امروز فرزندان قرآنی کردن مشکل شد مؤمنین واقعی کسی حسی اکنون که برای این کار میان نبنده و راست میشود امروز مشکل شد سنور بقی ما برای این کتاب را دادم که وزبین هایی یا سانسته ای این وزبین هایی فرزندان اهل قرآن کردن وزبین شد زنان اهل قرآن خواندن کردن وزبین شد جامعه های قرآنی رو به سوی فساد و کساد رفتن مردمی که به این قرآن زندگی کردن به این قرآن راست شدن این قرآن آوردن برای ما امانت دادن امروز میلیون ها مسلمان پیدا شد که امانت خیانت کردن اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا قرآن قد زندگی کردن آسان نیست برای این قرآن قد راست شدن آسان نیست این قرآن قدی قیام الله برای ما و شما آمد این امانت حفظ کردن قسم به خدا این آسان نیست این مؤمنین واقعی خدا راست میشن میکنن فقره ما تیسر من القرآن ای امتان محمد صلی الله علیه و سلم قرآن قلی چه زندگی تان راست میکنه این وزبین ای این بر ابلیس ای این بر برنامه هاش قطی ای این بر نسلش قطی ای این بر فرزنداش قطی ای امروز اهل قرآن کوشش میکنن که از قرآن دور سازن بعد اگه سال 1947 این جانورای وحشی زمین قدس از دست مسلمان ها گرفتن با غصب و دخمن جدا کردن کنگریز ای کلامی که در فرانسه تشکیل کردن در اونجا بلند شد یکی از این خاندان های بزرگ این غاسبا و ما باید کوشش کنیم که قرآن در بین مسلمان ها پاره پاره کنیم قرآن چکار کنیم؟ در بین مسلمان ها پاره پاره کنیم این یکی از اونها خیز میگه قرآن گیرید و درام پرداخت در همون کنگریزشان این در تمام مجله ها کتاب ها چاپ شد دولا اقلام این که یا احمد ای احمد ما ایتینا طلب ندارم که قرآن درام دو ما باید کوشش کنیم که مسلمان های قرآنشون دور شوند برای اینها باید ما میدان های کلام فوتبال تشکیل کنیم ما برای اینها باید دو کینو تئاتر ها تشکیل کنیم مرکز جوانان دلخوشی ها تشکیل کنیم در مرکز اینها رقاص و بازی و اشوب خانی ها را زیاد کنیم وقتی این کشیدن گیرو بیدار شد فراشان دور بشن فقرام ما تیسر کسی میخواد که زندگی پاکی محمدی پیدا کنه و سوره مزمل زندگی کنه عزیزا و سوره مزمل و من لیل الا قلیلا چرا امروز شب زنده داری نیست چرا امروز بس سوی عرش الله دستا بالا نیست خیلی مسلمان هاست تحجد دوشده این نماز شب ای که بدن ما را نحیف و پاک و سبوک و زندگی ما را خوب میکنن کم شد دیگر خیرت که همین رمضانی بزرگ بودن خیرت که همین ماهی شریف بودن این قیام اللیل پیامبر ما را باهاش برم میکنم
صبرگیدهی سراغ آمد، بزرگیگیدهی سراغ آمد، چقدر چقدر نعمتها در این سوره ذکر شد. فقره الله تیسر من القرآن یک مراتب برای حبیبش، فقره الله تیسر منه یک بار برای امتش. چیزی که در این سوره برای رسول الله امر شده برای امت محمد هم امر شده. امروز بسیار از قرآن گرفتیم دور شده. یکی از اینها و اقیم الصلاة بربادار نماز نمازاتون در وقت خونه، نمازاتون در وقتش ادا کنه و آت الزکا شما کوشش کنه که صاحب زکات شده. ای زیدگی قشاقی بیرون برایی، ای زیدگی کمبغلی بیرون برایی. و اقرض الله قرضا حسنا در ری خدا نفقته، در ری خدا افتار بیم روی غنیمته. یا روزدان شمش سیر کنه برای چی سببش نیای؟ و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجیده عند الله و خیرا و اعظم اجرا. هر کسایی که پیش از او داخل لحد را آمدن، زمین قیامت رفتن، داخل برد را آمدن، برای خشان پیشکی ثواب رایی میکنن، نفقه رایی میکنن، خیر رایی میکنن، قرض رایی میکنن، تا اینکه گور قیامت شان آباد کنن. اینها فردانه این که قرض میگیرن و اعظم اجرا اجره میگیرن که بین زمین آسمان فرق. پیامبر اکرم صلوات الله ربی و سلام فرمودن هر کسی یک بار سبحان الله میگه بین آسمان و زمین پر میشن. یک سبحان الله دن کسی طهارت میکنه نیم ایمان پاکیزگی هست. پیش ای رفتن اونجا را بود که نیم اونجا اگر مسکو روی و مسکو هست میگه فلانی نگو داره در فلان فرودگاه میخست رسندی اونجا در ما را کی نگو دارم؟ کی نگو دارم اونجا در مورم؟ کی مورم پیش باز میگیرم؟ چی بیان مورا یا مرد کنید اونجا را فکر نمیکنید؟ همه سوره ها آقیبتش در جمع میشه و خلاصه یا سوره آلی امران همه با سوره کلام های آقیبتش در جمع میشه. یا ایوها الذین آمن صبرو و صابرو و رابطو و تصفو الله. آخیر سوره در جمع میشه و آخیر سوره این آلی امران صبر کنه و صبر یک دیگر در نصیحت کنه و این یک دیگری تا آرامیش بیاره تقوا پیشه کنه. این سوره را آخرش به نماز و زکات و نفقه خاتمه شد. حیاتی پاکی رسول الله نمیده بخشه دوست داره آغوش کشه دعا کنه خیر و برکت خدا میتیم بودم. هر وقتی ما که برکت میتیم و چی برکت میتیم؟ و نمی خیلی احسان ها و نمی این فاقه ما عبدالرحمن ابن عوف مگه زمانی که ما از مکه و کربلا مهاجر شدیم آمدیم به زمینه من به زمین مدینه منوره من پاکوشی نداشتم در پاچم که پاکوشی بشم. مردم مدینه پیشنهاد کردن که من آمار دو تایی زن داریم بیا یک چه سر بکیم عبدالرحمن بیم من اینقدر پول داریم بیا پنجا در پنجا تجارت میکنیم. گفتم بینه برای من در این بازار رو نشان دهید. بعد از او رسول اکرم برای من بازار رو دعا داد روز می شود که 700 شتر مال ابن عوف می شود. برکت به چی بود؟ به بخشیش، به دعای رسول. حیات طیبه این هست، زندگی پاک این هست. سوره مزمل قدی کسی زندگی کنه و زندگی رسول الله رو داشته. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم. پروردگارا ما را زندگی پاک کردن نصیب گردان، عمل کردن به سوره مزمل برای ما نصیب گردان. اللهم لك الصمت وبك آمنت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت برحمتك يا ارحم الراحمين.